شاید دیگر هم از غیرت بیداری مردم ترسیده باشد و دست از استاکان ویسکی نمی برداشته باشد. اشک چشم جناب تنها در مرگ سگ و پیشکی شیوه‌های خارجی اش می توان دید. در بریتانیای کبیر یک پیشک خانم الیزابت اگر بمیرد، رحمانوف در حال همدردی و تعزیه خود را نوشته روان میکند. اگر سگ پوتین طعامش را نخورد، در حال جناب ما همدردی خود را نوشته روان میکند. اما ملت امروز غم دارد، شهید داده است. هیچ اشک چشم از امام علی دیده نمیشود و نخواهد دید. آن شنیدی که لاغری دانا گفت بار به ابله فربه، از پیتازی اگر ضعیف بود همچنان از طویله خر به. آیا شنیدی که آن شخصی که لاغر بود به آن شخصی فربه و چاق که خود را بهتر از دیگران می حسابید چی گفت؟ بگفتش اگر اسبی تازی یعنی اسبی تیز رو تیز دو اگر که ضعیفم باشه، از یک رمه خری که همه فربه و شکم دارند و نمی توانند بدوند بهتر است. مقصد من از فربه گفتن تحقیر به نفرانی که از بسیار وزنی اذیت می کشند به آنها نیست. خوب سری مطلب می آییم. سلام جرأت به آن نفرانی که در حقیقت می دانند جرأت و جسارت چیست. سلام به واروخ و به اهل واروخ و به آن انسانهای قوی همت و شکست ناپذیر. سلام به خواجه اعلا و سلام به همه دهه های لب مرز که امروز بعضی ها در غم و غصه گرفتارند، بعضی ها تا هنوز در خط مقاومت قرار دارند. برای همه شما معلوم است که کاسه صبر ملت به لب آمد و مردم برای مقاومت برخواستند و امروز صدها نفر در خط مقاومت قرار دارند. پیش از این گفتارها می خواهم بگویم که این پیروزیه که مردم شریف تاجیکستان در این دو سه روزی گذشته به دست آورد هیچ تعلق به امام علی رحمان ندارد. این پیروزی این ملت است، نه پیروزی سلاله رحمانیان. جنرال دروغین رستم رحمان چرا در مقاومت اشتراک نداشت در حالی که از پول همین مردم به غایه رسیده است؟ میخواهم بگویم که این پیروزی تنها به مردم شریف تاجیکستان تعلق دارد و تاجیکان همان زمان پیروز می شوند که همه از یک گریبان دست برارند. باید تأکید نمایم مثل همیشه که ما تاجیکان خیلی صابر و صبوریم. ما بسیاری مشکلات را می توانیم از گلو بگذرانیم. همین طور نیست؟ هست. ما خیلی مهمان نواز و انسان دوست هستیم، اما همه تاجیک یک رگ ناموسی سخت دارد که اگر به آن ناموس دست زده شود، یک تاجیکی ترسانچک به یک شیر ناترس تبدیل می شود و می تواند یک با ده بزند. این در خون ما هست. همین طور هست یا نه؟ هست. یاد داشته باشید سال 2012 همین رحمانوف قلمرو تاجیکستان را در مرغاب به چینی ها داد و این دردی هر یکی ما و شما است و میماند. همین طور است؟ هست. دوم، ما تاجیک ها درباره مرز و زمین و اینها خیلی حساس هستیم، چون در آسیای میانه یگانه کشوری هستیم که بیشتر زمین های ما در دست همسایگان است و ما کوچکترین کشور از نگاه جغرافی در آسیای میانه از کشورهای سابق شوروی می باشیم. سوم، ما سمرقند و بخارا را از دست دادیم که اینها تاریخ هزار ساله ای ما هستند. امروز هر یک تاجیک آرزوی برگردانیدن سمرقند و بخارا را دارد و می داند که هر زمینی که از دست رفته است برگردانیدنش امری محال است. همین طور است؟ بله. اما باوری دارم که تاجیکان دوباره زمینها و شهرهای از دست رفته را خواهند برگرداند. امروز جنگ اطلاعاتی نیز در اوج است.
و میخواهند تاجیکستان را همچون حمله آورنده و تجاوزکار در دنیا معرفی کنند. این باز هم نشان میدهد که رحمانوف و حکومتش چقدر میانی مکتب روزنامه‌نگاری را شکسته است. که دیگر روزی تنگ نمیتوانند در جنگ اطلاعاتی مبارزه برند. روزنامه‌نگاران ما بغیر از چاپلوسی و تعریف رحمانوف دیگر چیزی را نمیدانند. در پیش خارجی ها در باره آفتاب و ماهتاب بودن رحمانوف خوب گپ زده نمیشوه این مردم. روزنامه‌نگاران ما آنقدر بی‌پایه هستند که باد به هر سمت وزد همان طرف بار میگیرند. منظور من 80% است، نه همه. مثلا روزنامه ای که از حساب دولت یعنی مردم سرمایه گذاری می شود، خاور، در داخل وطن در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مردم دارند برای وطن می میرند، او باشد در سرخط خبرهایش از انفجار کابل قصه می کند. باز یک مطلب دیگر را نیز باید ذکر بکنم. تمام این سکوت و از خودگذری ها در برابر تحقیر، توهین، تهدید قرقیز به آن خاطر بود که در زمان جنگ شهروندی من حیث یک همسایه سرحد خود را برای رسانیدن آذوقواری و کمک بشردوستانه نبست و ما مردم تاجیک نسل گذشته، معاصر و آینده قرقیزه ها را برای چونین یک خدمت ارزنده اشان منتداری میکنیم، اما نه به آن معنا که ما از سرزمین خیش دست میکشیم و ملت خود را که در آن منطقه زندگی میکنند از آشان روی میگردانیم. ما ملت خود را در هیچ حالت تنها نخواهیم گذاشت. این را باید هر یک گنجیشکو، زرغاب و خطکفتر و زاغ و موسیچه باید بداند. این جنگی که در مرز سرعت گرفته ایستاده است یا گذشت، این جنگ با ملت قرقیز نیست. این جنگ بر ضد یک عده ملتگرایان پنترکیست بود که تکیه به تعدادشان میکنند. واروخ قره‌باغ کوهی نیست، این را فراموش نکنید. در قرقیزستان امروز و فردا ماتم ملی اعلان نمودند. برای مرگ سربازانشان تمام پرچمهایشان پایان آورده شده است. این همه به خاطر پاس روحی سرحدبانانشان. اما در تاجیکستان خاور از کابل، سفینه از رقص و بازی، بهارستان از تعریف حکومت قصه می کنند. افسوس از رئیس جمهور خبری نیست. شاید هم گرمی ها او را مجبور به استراحتگاه ورزابش روان کرده باشد. شاید هم از خبر جنگ در سرحد سکته قلب کرده باشد. شاید دیگر هم از غیرت بیداری مردم ترسیده باشد و دست از استاکان ویسکی نمی برداشته باشد. خلاصه همین گپ ها خوب اگر زنده باشد، پس چرا اینقدر کشته و شهید را نمی بیند و تعزیه نمی گوید و همدردی نشان نمی دهد؟ در بریتانیای کبیر یک پیشک خانم الیزاویت اگر بمیرد، رحمانوف در حال همدردی و تعزیه خود را نوشته روان می کند. اگر سگ پوتین طعامش را نخورد، در حال جناب ما همدردی خود را نوشته روان می کند. اما ملت امروز غم دارد، شهید داده است. هیچ اشکی چشم از امام علی دیده نمی شود و نخواهید دید. اشکی چشم جناب تنها در مرگ سگ و پیشکی شیفهای خارجی هش می توان دید. به همین خداحافظی می کنم. با صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، من طول یک ماه می شود در یوتیوب فعال نیستم. خواهش می کنم با لایک ها و پخش کردن نوار کمک کنید. موفق و سربلند باشید. در آخر برای نفرانی که سخن ادب را تأکید می کنم، سخن ادب را می فهمند، این را می گویم: عاقبت گرگ زاده گرگ شود،
گرچه با آدمی بزرگ شود.